داستان زیبای بهلول و موش‌های آهن‌خور. یکی بود، یکی نبود. یه پادشاهی در قدیمی روزی نشسته بود. دید در بارگاه وا شد. گفتند پادشاه به سلامت باشه، از هفت قلاده فرنگ ایلچی آمده. شاه گفت ایلچی برای چی آمده؟ گفتن نمیدونیم. گفت خب بگین بیا. ایلچی وارد شد، سلام کرد، آداب سلطنتی رو به جا آورد، کرسی براش گذاشتند و نشست. بعد هرچی که اون زمان باب بوده، چای یا قهوه آوردند و خورد. پادشاه سوال کرد که خب اومدن شما در این شهر برای چیست؟ ایلچی عرض کرد که سلطان ما منو فرستاده 4 تا مسئله بپرسم. اگه جواب دادین که هیچی، اگه نه آماده جنگ باشین. شاه گفت بسیار خوب، مسئله هاتونو بگید ببینم چیه؟ گفت مسئله اول من اینه که وسط دنیا کجاست؟ مسئله دوم من اینه که مرده های دنیا بیشتره یا زنده های دنیا؟ سومیش اینه که میخوام ببینم عده خرابی دنیا بیشتره یا عده آبادی؟ گفت بسیار خوب. چهارمیشم اینه که ستاره های آسمون چند تاست؟ شاه رو کرد به وزیر دست راست و گفت چی میگی؟ وزیر دست راست رو کرد به وزیر دست چپ که چه باید جواب این رو گفت؟ وزیر دست چپ گفت اجالتاً 40 روز ازش مهلت بگیرید. گفتن بسیار خوب. از ایلچی 40 روز مهلت خواستند که یا جواب مسئله تو را می دهیم یا آماده جنگ می شویم. آمدند و شبها کمیسیون کردند و روزها شورا. هرچه فکر کردند جواب اینو چه بدن عقلشون نرسید. تا 5 روز مونده بود سر 40 روز، شاه تمام وزرا رو خواست و گفت شما جواب اینو درست کردید براش یا نه؟ اگر جواب اینو درست نکردین بنای جنگ بشه، من اول سر همه شما رو میبرم. یک نفر باشماقچی از دم در گفت پادشاه به سلامت باشد، اگر اجازه بدین یه نفر در شهر هست اسمش بهلوله، اون با این عقل کمش کارهای بزرگی رو درست میکنه. شاه گفت بسیار خوب، برید بیاریدش. وزیر دست راست گفت بله، هست همچین شخصی، اما چون مال این شهر نیست، گاهی میاد گاهی میره. شاه امر کرد چاره نیست، بگردید پیداش کنید. رفتن تو شهر، گشتن، بهلول رو پیدا کردن. بهلول گفت خیلی خوب، من فردا میام خدمت شاه. این رو همینجا داشته باش، بیا از بهلول. بهلول داشت میمد بره منزلش، دید کنار خیابون یه پیرمرد ریش سفیدی نشسته و چنون زار بزنه گریه میکنه که از نوک ریشاش آب به زمین میچکه. بهلول خیلی دلش براش سوخت، گفت ای بیچاره چی شده؟ و به پیرمرد سلام کرد. پیرمرد جواب سلامو داد. بهلول پرسید که ای پیرمرد درد چیه؟ پیرمرد گفت مگه حکیمی؟ به تو چه؟ درد بی درمون دارم. گفت خب از اون قلیونت یه پک میدی به ما بکشیم؟ گفت ها، پس این سلام و سوال برای این قلیون بود. من تو زندگیم یه شایی پول داشتم، دادم تنباکو گرفتم، قلیون چاخ کردم، اونم حالا بدم تو بکشی؟ خب بیا بکش، شاید خسته باشی، بکش خستگی در بره. بهلول گرفت قلیون رو کشیدن. وقتی که قلیون رو کشید گفت خب پیرمرد درد تو بگو، ببینم برای چی گریه میکردی؟ گفت من تاجر بودم، تاجر آهن. آهن زیاد خریدم، تو کاروانسرا قایم کردم. وقتی که رفتم برای فروش در بیارم، دیدم اثری ازش نیست. گفتم که چطور شده؟ کاروانسرادار گفت من نمیدونم، لابد مش خورده. گفتم ای بابا، 7 انبار آهن مگه نخود لوبیا بود که مش ببره؟ گفت من نمیدونم، هرچی بوده که لابد برده. رفتم خونه قاضی، عارض شدم. گفتم جناب قاضی، 7 انبار آهن داشتم، حالا رفتم میبینم نیست. به کاروان سرادار میگم، میگه من نمیدونم، لابد مش برده. قاضی گفت برید کاروان سرادار رو بیارید. اون وقت کاروان سرادار رو آوردند.
نمیدونم کاروان سرادار به قاضی چی گفت که قاضی فوری بنا کرد دفاع از اون. گفت بله عمو جان، خوردنی نبوده که کاروان سرادار بخوره، لابد مش برده. دیدم اگه یه دفعه دیگه حرف بزنم قاضی حکم میکنه منو بزنن. ناچار به درد بیدرمون یه شاهی داشتم، دادم اون قلی رو چاخ کردم دارم میکشم و به بخت خودم گریه میکنم. بهلول گفت بسیار خوب، دارایی هیچی نداری؟ چی دیگه داری؟ پیرمرد گفت یه خر دارم کنار دیوار بسته است. بهلول پاشد اون خره رو نگاه کرد، دید یه چشمش کوره، یه گوشش بریده است، یه پاش چلاقه، در کنش هم زخمه. بهلول گفت خب همه محسنات به این مال تموم پیرمرد، من میرم. اگر آمدند این مال رو بخرن تو از 500 تومن کمتر نده. پیرمرد خندید و گفت عمو جان، مال مصری 20 تومنه، اون وقت اون خر چلاغ زخمو رو 500 تومن میخرن؟ بهلول گفت تو چه کار داری؟ من یه دعای خیری میکنم مشتری بیاد برای تو، از 500 تومن کمتر نده. فوری بهلول برای شاه پیغام داد، آمد پهلوی شاه. از شاه پرسید که خب شما این ایلچیتون چه مسئله ای داره؟ شاه گفت هیچی، مسئله اولش میگه وسط دنیا کجاست. بهلول گفت خب این که چیزی نیست. گفت مسئله دومش اینه که میگه عده مرده ها بیشتره یا زنده ها. بهلول گفت خب اینم که چیزی نیست. گفت سومش هم اینه که میگه عده خرابی دنیا بیشتره یا عده آبادی. گفت چهارمیشیه؟ گفت میگه ستاره آسمون چند تاست. بهلول گفت خب اینم که چیزی نیست. شاه دید همچی که این میگه چیزی نیست انگار علامه دفنه. گفت خب حالا من یه چیزی میخوام، برام حاضر میکنید تا من پس فردا بیام جواب این چی رو بدم. گفتن خیلی خوب، چیه؟ گفت یه خر برای من پیدا میکنید، یه چشمش کور باشه، یه گوشش بریده باشه، یه پاش چلاق باشه، در کونش هم زخم باشه. شاه گفت همچی خری میتونید پیدا کنید؟ گفتن باید پیدا کنیم. وزیر دست راست آمد شهر رو گشت، گفت بابا یه همچی خری سراغ دارید؟ گفتن آره، اون پایین شهر یه پیرمردی هست یه همچی خری داره. آمدن پهلوی پیرمرد، گفت پیرمرد این الاغتو میفروشی؟ گفت بله اگه طالب پیدا کنم. گفت خب چند میدی الاغتو؟ گفت 700 تومن. گفت پیرمرد مگه دیوونه شدی؟ اسب یکی 200 تومنه، تو خر میگی 700 تومن؟ گفت مالمه، اختیارشو دارم، میخوای بخر میخوای برو. دلال گفت پیرمرد آخه بابا معامله کن، سبکتر کن تا ازت بخریم. پیرمرد جواب داد 500 تومن میخوای بخر، نمیخوای برو. اینها ناچار شدند و 500 تومن خریدند، آمدند در خونه بهلول. بهلول گفت یک تن پوش از مال شاه بیارید. رفتن به شاه گفتن یه تن پوش میخواد. گفت ببرید بدید. بهلول تن پوش رو تنش کرد، سوار خر شد، بنا کرد رفتن تا رسید دم دربار پادشاه. خر رو هی کرد که بیاد تو. قرابالا گفتن امو با خر کجا میری؟ یه نفر همپاش بود، گفت به این هیچی نگید، هر جا میره بره. بهلول وارد حیاط شد، نه که چشم خر کور بود، هر جا میشد میرفت تو گل، تو باغچه، لب حوض. رفتن به شاه گفتن این مرتیکه دیوانه است، با خر داره میاد رو به اتاق. شاه گفت به این احدی حرف نزنه اگه اومد، حتی اگه رو سر منم بیاد که امروز درد منو دوا کنه، هر کاری میخواد بکنه بکنه، اگر نه امروز روز وعده است، یا باید جواب بدم یا آماده جنگ باشم. مردم از ترس شاه به این هیچی نگفتن. اینم سرشو پایین انداخت و با خر اومد تو اتاق شاه. خرش رو گوشه اتاق گذاشت و گفت یه چکش بیارید. آوردن دادن دستش. این چارور اتاق و یه ورانداز کرد، میخ طویل گذاشت وسط گل قالی ابریشمی و کوبید. کرسی براش گذاشتن، نشست. رو کرد به شاه و گفت خب ایلچی کیه؟ باید ببینم چه سوالی داره؟ حالا تمام وزیر و وزرا نشستن، گوشها رو تیز کردن که ببینن این با ایلچی چه جور سوال و جواب میکنه. این چی روبروی این شد و گفت
سوال کن ببینم چه سوالی داری؟ گفت من 4 سوال دارم، اگر جواب ندی با شاه جنگ میکنم. بهلول گفت خب سوال اولت. ایلچی گفت وسط دنیا کجاست؟ بهلول گفت همینجا که من میختبیله اولاغم رو کوبیدم. گفت چطور همچی چیزیست؟ گفت برو زن کن. ایلچی دید دیگه جواب نداره به بهلول بده، گفت خب سوال دوم. گفت عده مرده ها بیشتره یا زنده ها؟ بهلول جواب داد مرده ها. گفت برای چی عده مرده ها بیشتره؟ بهلول جواب داد اونا که مردن اینام که زندن میمیرن. ایلچی دید جوابی نداره. بهلول گفت سوال سوم تو بگو. گفت میخوام ببینم خرابی دنیا بیشتره یا آبادی؟ بهلول جواب داد خرابی. ایلچی گفت چرا؟ برای چی؟ بهلول گفت خب اون که خراب است که خرابه، اونم که درست نگهداری نکنی خراب میشه. گفت خب چهارم مسئله تو بگو. ایلچی گفت مسئله چهارم، ستاره های آسمون چند تاست؟ بهلول گفت ستاره های آسمون و شمارش رو میخوای؟ گفت بله. گفت هر چه مو به بدن الاغ منه اندازه ستاره های آسمونه، باشو بشمر. ایلچی دیگه نتونست جواب بده، دنبشو گذاشت روی کولش و اومد بیرون. شاه گفته بود که اگر هر که جواب ایلچی رو بده من نصف دولتمو بهش میدم. گفت خب حالا بهلول چه میخوای که من به تو خلعت و انعام بدم؟ بهلول گفت قبله عالم سلامت باشه، من محتاج مال دنیا نیستم، فقط 2 کلمه بنویسید بدید به من که بهلول شاه موش هاست. شاه گفت موش ها شاه میخوان چیکار کنن؟ بهلول گفت شما چیکار داری؟ یه فرمانی به من بده که از امروز بهلول شاه موش هاست. شاه گفت بسیار خوب، بنویسید بهش بدید که از امروز بهلول شاه موش هاست. نوشتند و دادن بهش. بهلول از در خونه شاه که اومد بیرون 20 عمله گرفت. اومد در خانه قاضی، حکم کرد به عمله ها که دور خونه قاضی رو بکنند. رفتند به قاضی گفتند دور خونه تو دارن خندق میکنند، الان خونه زیر و رو میشه. قاضی دوید بیرون به عمله ها گفت برای چی میکنید اینجا رو؟ عمله ها گفتند به امر این آقا. قاضی آمد جلو گفت اگه دیوانه شدی چرا دور خونه رو میکنی؟ بهلول گفت من از این ساعت شاه موش ها هستم، موش ها آهن خوردن، میخوام بکنم آهنا رو موش ها رو بیارم بیرون. قاضی گفت مگه نخود و لوبیا بوده؟ موش آهن نمیخوره، آهن نمیدزده. گو نمیخوره نمیدزده، بنویس به من بده. قاضی نوشت بهش داد که موش آهن نمیخوره و آهن نمیدزده. بهلول عمله ها رو جمع کرد، آورد پیش کاروان سرادار و گفت بکنید. کاروان سرادار دید صدای بیل و کلنگ میاد، اومد بیرون دید دارن میکنن. رو کرد به عمله ها گفت چرا میکنید؟ گفتن به امر این آقا. کاروان سرادار آمد جلو و گفت بهلول چرا میکنی؟ مگر دیوانه شدی؟ گفت من امروز پادشاه موشهام، میخوام بکنم موشا رو با آهنا بیارم بیرون. کاروان سرادار گفت مگه آهن باشو عدسه که موش ببره؟ عقلت کم شده؟ موشم آهن میبره؟ گفت نمیبره. گفت نه. گفت بنویس بده. کاروان سرادار هم نوشت که موش آهن نمیبره. نوشتن رو از کاروان سرادار گرفت، با نوشته قاضی گذاشت در حکومت، فرستاد عقب پیرمرد. قاضی و کاروان سرادار رو حاضر کردند. گفتند اگر موش آهن نمیخوره پس این 7 انبار آهن چه شد؟ اگه میخوره پس این نوشته چیه دادید؟ جواب نداشتن به حاکم بدن. به پیرمرد گفتند برو دفترتو که این آهنا رو خریدی بیار. پیرمرد رفت دفترشو آورد، خرید آهنو حساب کردن. حاکم حکم کرد به قاضی و کاروان سرادار که این پول رو بدین و بری. اون دو نفرم تمام پول رو دادن به پیرمرد و اومدن بیرون. بهلول سرشو گذاشت بیخ گوش پیرمرد و گفت پیرمرد این خدمت به این بزرگی رو، اون خر سه شاهی تو برات فروختم 500 تومن و اینم پول آهنات. این خدمت مال اون یه پک قلیونی بود که به من دادی کشیدم. خداحافظ که من رفتم. همراهان عزیز ممنون که تا انتهای داستان با من همراه بودی. تا
لطفاً کانال رو برای دیدن ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید و با لایک کردن ویدیوها به بیشتر دیده شدنشون کمک کنید. ایام بکام.